از قدرت و زیبایی جوانیت لذت و یادت باشه قدر قدرت و زیبایی جوانیت رو نمیفهمی تا وقتی رنگ ببازه. اما باور کن 20 سال دیگه وقتی به عکسات نگاه کنی متوجه میشی چه امکاناتی در برابرت قرار داشتی و چقدر ظاهر دلانگیزی داشتی. اینا الان متوجه نیستی. تو انقدر که فکر میکنی چاق نیستی. دلنگران آینده نباش، نگران نگرانی اونایی باش که به فکر مشکلاتی هستن که حل کردنش براتون مثل آب خوردنه. مشکلات واقعی زندگی چیزایی هستن که هرگز به خاطر نگرانت خطور نمیدن، مثل مشکلاتی که در یه ساعت معمولی، در یه روز معمولی هفته تو رو به خودت میپیچونه. هر روز حداقل دست به کاری بزن که ازش میترس. آواز بخون، با احساسات و دل مردم با بی‌احتیاطی برخورد نکن و با کسانی که با تو اینطور برخورد میکنن کنار نیا. راحت باش، وقت تو با حسادت تلف نکن. گاهی انسان پیشه و گاهی عقب‌تر از دیگران، این یک قاعده است و در انتهای راه خودت ایمان داشته باش. تعریفایی که ازت میشه به خاطر بسپار و اهانت‌ها رو فراموش کن. اگه در این مورد موفق شدی به منم یاد بده. محبت‌ها و دلدادگی‌ها رو حفظ کن و عملکرد حساب بانکی تو بریز دور. سعی کن اگه نمیدونی با زندگی چی کار کنی احساس گناه تو خودت راه کرده. خیلی ها رو میشناختم که در 22 سالگی هنوز نمیدونستم و خیلی ها رو میشناسم که 40 سال دارن و هنوز نمیدونن. زیاد مشورت کن، بازی دستات مهربان، روزی دلت براشون تنگ میشه. شاید ازدواج کنی، شاید هم نکنی، شاید بچه دار شی، شاید هم نشی، شاید در 40 سالگی طلاق بگیری، شاید در 75 سالگرد ازدواجت بلند شی و برقصی. به هر حال هر کاری میکنی زیاد به خودت غره نشو، زیادی هم خودتو سرزنش نکن. انتخابای تو در زندگی مثل دیگران فقط روی شانس و فرصت. از بدنت لذت ببر و هر طور میتونی ازش بهره ببر. از نظر دیگران درباره بدنت نترس. جسم تو با ارزشترین ابزاریه که در اختیار داری. در هر حال از خوندن مجلات زیبایی پرهیز کن، چون باعث میشه حس کنی زشتی. پدر و مادرتو بشناس. هرگز نمیدونی کی اونا رو از دست میدن. با خواهر و برادرانت مهربان باش، اونا بهترین رابطه تو با گذشته و به احتمال فراوان در آینده نیز همراهت خواهند بود. اینو درک کن که دوستان میان و میرن، ولی معدودی رو که ارزش دارن نگه دار. سعی کن فواصل جغرافیایی و تفاوت دیدگاه ها رو کم کنی، چون هرچه از سنت بگذره بیشتر به کسانی که در جوانی میشناختی نیاز پیدا. میتونی در نیویورک زندگی کنی، اما قبل از اینکه بهت فشار بیاد اونجا رو ترک کن. میتونی در شمال کالیفرنیا زندگی کنی، اما قبل از اینکه زیاد به خوش بگذره اونجا رو ترک کن. سفر کن، زیاد با محال بردار، وگرنه در 40 سالگی 85 ساله به نظر میاد. دقت کن به کی نصیحت میکنی، اما همیشه در برابر نصیحت صبور باش. نصیحت شکلی است از بیان خود و پند به دیگران مانع از نابودی زندگیش. اونو جلا بده، زشتیهاش از بین میبره و باعث میشه بیش از ارزش واقعیش از اون لذت ببری. و به هر حال در تندباد حوادث مواظب خودت باش.